بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. کانون آوا تقدیم می کند. کانون آوا، آوای جدا شدگان و منتقدین از سازمان مجاهد قدیمی که من و شما می شناختیم و فرقه رجوی مرحوم که هم مفقوده هم غیب شده و خانم مریم رجوی، دوستانی هستند که سالهای سال رفتند با امید و آرزو و عشق به وطن و آزادی هموطنانشون. متاسفانه بعد از سالها متوجه شدند که راهی رو که رفتن راه درستی نبوده و رهبران این فرقه به اصطلاح مسیر سازمان رو عوض کردند. حتما برنامه های گذشته رو دیدید و ما با دوستانی که صحبت میکنیم معمولا همسن و سال من هستند، ولی امروز خیلی خوشحالم که با آقای هادی ثانی خانی یا آقای هادی ثانی خانی هستیم از آلبانی. ایشون یکی از کسانی هست که جدیداً در آلبانی از سازمان جدا شده و طبق معمول ما میکروفون را در اختیار این دوستان قرار میدیم. بارها گفتیم که از ما گزارش و خبر رسوندن و از شما دوستان قضاوت، ولی سعی کنید در قضاوت عادل باشید و عجله نکنید. اول به صحبت‌های این دوستان گوش کنید، بعداً کمی مطالعه کنید، تحقیق کنید، بعداً نظر بدید که کار سازمان درست بوده یا نه. آقای هادی ثانی، به شما خوش آمد میگم، نه فقط به تلویزیون مردم، بلکه خوش آمد میگم به زندگی آزاد و جدیدتون. لطف کنید با دوستان اگر سلام و احوال پرسی میخواین انجام بدید تا سوالاتی رو که طبق معمول از دوستان دیگه هم پرسیدیم از شما هم خواهیم پرسید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای صبحیان، تو سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگانتون، در خدمت شما هستم، بفرمایید. بله، من به دوستان گفتم که همه ما باور داریم که دوستانی که در سازمان مجاهدین یا به قول دوستان جدید به اصطلاح فرقه رجوی هستند، افرادی سالمند، افرادی میانسال هستند، ولی میبینم که شما چهره جوانی دارید و خوشحالم که شما هم تصمیم گرفتید بالاخره به دنیای آزاد پا بذارید و از آزادی استفاده کنید. برای ما بگید که آقای هادی ثانی کی هست؟ از کجای ایران است؟ چگونه به سازمان پیوست؟ چگونه آشنا شد؟ تا بعد سوالات دیگر رو درباره بودنتون با آنها و بالاخره جدا شدن از آنها مطرح کنیم. در حین برنامه دوستانی که از طریق فیسبوک برنامه رو میبینن میتونن روی فیسبوک به صورت کامنت یا نظرات خودشون و سوالات خودشون رو مطرح کنن. دوستانی که این برنامه رو از طریق یوتیوب میبینن و مردم تیوی دات کام میبینن میتونن به وسیله تلفن هایی که روی صفحه میاد تماس بگیرن، تکست ارسال کنن. و خوشحالم که این دوستان در کانون آوا در 5 سال گذشته همیشه برخلاف سازمان مجاهدین و تلویزیون مدار بسته خودشون که خود گویند و خود خندند، اینها پاسخگو بودن و اینها نظرات شما را با گوش جان شنیدند. بفرمایید بگید که هادی ثانی کیست، کجا بوده و چگونه با سازمان آشنا شد؟ آقای سوربی، من فقط میتونم خلاصه بگم بهتون، چون اگه بخوام این موضوع رو مطرح کنم خیلی طولانی هم. هادی ثانی خانی که شما میبینید من هستم. من در ایران فوتبال بازی میکردم، در باشگاه مختلف فوتبال بازی میکردم، از باشگاه های وحدت گرفته فجر و آخریش هم بعد نوجوانان پرسپولیس مدتی بودم و آخریش هم امید سایپا، یعنی زیر 21 ساله سایپا. حالا من چجوری به سازمان پیوستم؟ ما یه همسایه داشتیم که 20 سال همسایه‌مون بود، یعنی رفت آمد خانوادگی هم داشتیم، بهش میگفتیم عمو. این برگشت من گفت یک دو هفته این باشگاه تعطیل، به خاطر موضوعاتی که من الان یادم نیست، باشگاه تعطیل بود. من پاسپورتم هم گرفته بودم چون سربازیمو خریده بودم، که برگشت من گفت یک دو هفته بیا ترکیه گردش کن، یه ذره به قولی لذت ببر کشور ترکیه، خستگی در بره. والا منم گفتم این چون زیاد میره میاد و اینا،
ما رفتیم ترکیه، بعد وز شدیم به این، بعد دیدم این از روز اولش به من میگفتش، من گفتم بیا بریم بیرون بگردیم، دیدم از روز اولش به من میگه آجا نریم بیرون. گفتم دلیل نرفتن بیرون اون چیه؟ گفت اینجا جاسوس اطلاعات ایران زیادن، به خاطر همین نریم بیرون بهتره. گفتم باش چه ربطی داره، مگه من کار قاچاق کردم، کار خلاف کردم که بخوام چیز کنم و اینا. بعد گفت حالا یکی دو روز نکن این کار رو، نرو بیرون و اینا، تو من بهت موضوع رو بگم. این از روز اول شروع کرد یه عکسی به من نشون دادن، عکس مسعود و مریم رو نشون دادن، گفت اینا رو میشناسی؟ گفتم نه من اینا رو نمیشناسم. گفت اینا رهبر مجاهدین هستن. گفتم مجاهدین کیا هستن؟ گفت همون منافقینی که میگی تو. تا منافقین گفتم شناختم اینا. گفتم آها اینا رهبر اوناست. شروع کرد نشون دادن فیلم‌های همین ریژه سیمرغشون، فیلم‌های نشستاشون. بعد این می‌خواست منو تکمیل کنه که من به هر جوری شده به سازمان بپیوندم. به من میگفت تو جوونی، بپیوندی به سازمان، فردا ایران آزاد بشه، هم برای خودت تصمیم میشی، هم افتخار ایران میشی، افتخار خانواده میشی. تو اون سن نوجوانی و جوانی ما، با این حال من قبول نکردم. گفتم میخوام برم فوتبالم ادامه بدم، تو منو به این صورت آوردی اینجا، آوردی که من فقط گردش کنم، حالا چی شده که منو میخوای بس کنی به سازمان مجاهدین؟ من که مشکلی نه لحاظ بابت خانوادگی دارم، نه لحاظ مالی پدرم، من خودم هم فوتبالم دارم ادامه میدم که به جایی برسم. این دید نمیتونه منو تعقیب رفتن کنه و اینا. بعد دیدم منو بس کرد به یک خانومی که از آلمان تماس میگرفت که به نام اگه یادم باشه محبوب نامی بودش. بعد این دو سه روز با من صحبت کردن و تو جوانی و یعنی کار شده بود همینطوری، فقط تعریف و تمجید کردن از من، تو فردا آزادی ایران، فردا برای خود تصمیم میشی و شروع کرد و اینا. بعد باز من قبول نکردم، ولی یک حرفی زد که 180 درجه چرخید اون ذهن من، که من باعث شد برم سازمان مجاهدین. اونم این بود که خود تو یک ماه بیا برو آزمایشی، حتی شده اونجا اگه خوشت نیمد میفرستیمت اروپا. الان تمام کسایی که تو اروپا هستن اینا همه زمانی تو سازمان بودن و اینا، نتونستن و سازمان هم اینا رو فرستاد الان تو اروپا، الان هوادار سازمان هم هستن، میری دنبال زندگی دیگه. منم اونجا تو ذهنم گفتم خب باشه، من یه ماه برم آزمایشی، بعدش اگه نشود دیگه من درخواست رفتن به اروپا رو میرم اونجا فوتبال ادامه بدم یا زندگی. این شد که ما به قولی چیز. حالا یه چیزی هم که جالب بگم، من موقعی که اومدم بیرون بعد شنیدم که این نفری که عمویی که ما رو میفرستاد سازمان مجاهدین قاچاقچی سازمان بود، این به اطلاعات ایران اینو گرفته بود، تو اعترافاتش گفته بود بعض هر نفری که به سازمان میفرسته 2 الی 3 هزار یورو پول میگرفت. یعنی منو که 20 سال همسایشون بودم، منو به عنوان برده با 2 هزار یورو فروخت به سازمان مجاهدین. نگاه کنید که چندین نفر رو این کارا رو کردن که آدم ها رو با پول کشوندن سازمان مجاهدین و حرفایی که میذاره. این بود که من به سازمان مجاهدین پیوستم. این سوال دیگه هست بخدمت. بله، اجازه بدید که یک سری سوال هست که معمولا از دوستانی مانند شما که در آلبانی جدا شدید میپرسن. یکیش همینه که شما عراق و اون گرما و اون به اصطلاح حملات و اینها رو تحمل کردید، چی شد حالا که اومدید آلبانی تصمیم گرفتید جدا بشید؟ آلمانی که به اصطلاح یک کشور اروپایی، هرچی باشه آزادی بیشتره، عملیات نظامی دیگه نیست. چرا در آلبانی جدا شدید و روش سازمان مجاهدین در آلبانی چگونه است که اعضایش راضی نیستن اونجا وایسن و جدا میشن؟ بفرم. یکی از چیزایی که ما خودمون رو نمیبخشیم همین بود که چرا از عراق جدا نشدیم، چرا زودتر جدا نشدیم. حالا علت این که جدا نشدن ما تو عراق، خب دلیلش این بود که خیلی میترسوندن. اونجا یک هتلی بود به نام هتل مهاجر که اینا انقدر ترسونده بودن آدم ها رو، میگفتن اینا رژیم دولت ایران میگیره بعد شما رو زندانی میکنه، شما رو این کار رو میکنه، اون کار رو میکنه، با نشستهایی که میذاشتن و با ترسی که برای ما ایجاد کرده بودن
واقعا ما میترسیدیم، یعنی من خودم 2-3 بار میخواستم فرار کنم، یه نمونه مثال خودم بزنم، ولی هر لحظه که میخواستم فرار کنم اون لحظه میومد به ذهنم که خب من چی میشه اگه برم بیرون الان تو وضعیت عراق، که الان اون زمان که یادتون باشه وضعیت عراق وضعیت نرمالی نبود، تو این وضعیت عراق من چی میشم اگه دست دولت ایران بیفتم، به این صورت دولت ایران ما چیکار میکنه. بعد به همین صورت بود که ما نمیتونستیم اونجا بیاییم بیرون، میتونستیم ها، ولی با اون مغشویی که با ما کرده بودن، نشسته که با ما گذاشته بودن میذاشتن، آدم ها رو میترسوندن. خب ما اومدیم آلبانی، دیدیم فضا آزاد، خیلی آزاد، و بعد دیدیم بابا اصلا بهتر اینجا برای امکان چیز فرار ما همین دور اومدیم بیرون، چون اونجا زندانی بودیم 15 سال 16 سال ما دورمون حصار بود، ولی موقعی که اومدیم بیرون دیدیم بابا دنیای بیرون، و بعد مشکلاتی هم هست، نمیگه مشکلات نیست، ولی بهترین موقع است که بخوایم از سازمان فرار کنیم، که من با یکی از دوستان قرار گذاشتیم و با از سازمان فرار کردیم، که علت این که من از عراق جدا نشدم اولش همین ترس بود، ولی باز میگم خودمو نمیبخشم که ای کاش که اون موقع جدا شده بودم، چون کسایی که جدا شدن اون موقع همشون الان تو بهترین کشورهای اروپایی هستن. بسیار ممنونم. شما درباره قاچاق به اصطلاح افراد و مخصوصا اون فامیل یا دوست یا آشناتون گفتین، دوستان میپرسن که آیا به غیر از خودتون شاهد بودید که افراد دیگه هم به این طریق به سازمان به اصطلاح وارد شده باشن، یعنی کلکشون زده باشن، حالا بیا یه ماه بمون، حالا بیا 2 ماه بمون، که اون طرف که آدمها رو به اصطلاح میکشونه میاره اینجا بتونه فقط پولش رو بگیره بره. شما گفتید 2000 یورو. افراد دیگه هم بودن مانند شما که بعد با هم به اصطلاح تعریف کنید، مثلا بگید که من آمده بودم دنبال کار، اون یکی بگه من دنبال ویزا بودم. چون ما دیدیم و شنیدیم خیلی ها رو از اروپا حتی آوردن عراق، و اینم داستان جالبیه. شما تجربتون در این مورد چیه؟ بفرمایید. بله دقیقا همی که میگید، ببینید سال 79 سال 81 که جنگ شد، سال 81 جنگ عراق و آمریکا پیش اومد. ببین اینا از سال 79 چون دیگه میدونستن آمریکا حمله میکنه به عراق، و اینا هم چاره جز این که یا به ایران حمله کنن نداشتن، چون اون الان به قولی رفتن زیر دامن امپریالیسم تو خودشون میگن، اون زمان این بود که اگه آمریکا بخواد حمله کنه ما هم باید بریم. به خاطر همین ناشاها بودن چیکار کنن، هر چی میتونن نیرو جذب کنن، هر چی میتونن نیرو. اینا از سال 79 تا 81 هر آدمی، یعنی به قولی کارتونخا، معتاد، بعد ورزشکار، هر قشری که میخواد اینا رو چیز میوردن سازمان. همشون هم اکثرا که من از همشون سوال میکردم، باهاشون صحبت میکردم تو سازمان، با هم دوست بودیم، همشون هم علتش این بود که میگفتن برید آزمایشی دو ماه اونجا باشید، اگه نخواستید میفرستیمتون اروپا. دقیقا هم همین بود، تمام کسایی که میومدن هم با قاچاقچی سازمان میورد، یعنی با 3000 تا 2000 یورو اینا آدم ها رو میفروختن به سازمان مجاهدین. یعنی من از خیلیشون هم شنیدم، ولی دقیقا موقعی که اومدم بیرون از خانوادم پرسیدم که اینا این کار رو میکنن، تمام قاچاقچی سازمان با 2000 الی 3000 یورو آدم ها رو به بردگی میفروشن به سازمان مجاهدین. بسیار ممنونم. ما شنیدیم دوستانی که اسیر بودن یا اسیر عراقی ها یا اسیر خود سازمان مجاهدین، به روش نشون دادن فیلم ها و اصلا اون فیلم ازدواج رجوی و مریم و اینها و صحبت کردن افراد معروفی مثل آقای کیه به شریف میگن، مهدی ابریشم چی، اینها گول خوردن و به اصطلاح به سازمان پیوستن. سوال اینه که جدا از شیوه هایی که مانند نشون دادن فیلم های درونی مجاهدین، از چه شیوه های دیگه ای حتی کلمه مخ زدن نفرات رو استفاده میکردن؟ مخ زدن رو که میدونید برای ما قدیمی ها این نبود در ایران، الان جدیدن یه چیز معروف شده که یعنی به اصطلاح طرف رو اونجوری که میخوان شستشوی مغزی میدن و آماده هر کاری میکنه. ضمناً دوستان به شما تبریک میگن، آقای
رزاقی از فرانسه میگن به مهمانتون تبریک، به آقای هادی ثانی به خاطر رهایی ذهنی و جسمی. تشکر میکنم از ببخش خب بفرم. شما گفتید لحاظ مخ زدن چه شیوایی استفاده میکنن. خب ببینید یک تعداد محدود خیلی کمی انگشت شمار به تعداد انگشت شمار بودن که خب اونا خودشون به سازمان وصل شدن و اینا تعداد خانواده هاشون و اینا اعتداد انگشت، ولی تعداد یعنی تقریبا 95-6% بخوایی درصدی هم بخواید حساب کنید به این تعداد رو ببین فقط به این شیوه، یعنی به این شیوه میتونه میکشوندن. آقا جان ما داریم حمله میکنیم، فردای فرد ایر دولت ایران سرنگون خواهد شد، فردا تو یه کاری میشی تو ایران. یک شیوه این بود که آدم ها رو گول میزنن. یک شیوه هم این بود آقا جان اگه تو بیای اونجا نتونستی کشش نداشتی میفرستی میاد اروپا. یعنی این دو شیوه شیوایی بود که سازمان مجاهدین برای ترنتو افراد استفاده میکرد. خب آدم هم گول سازمان رو میخوردن، چون واقعا اینا از زناشون استفاده میکردن برای صحبت. ماشاءالله زناشون هم که لحاظ صحبت واقعا کم نمیارن. بسیار ممنونم. شما بیانیه ای هم برای اعلام جدایی نوشتید، توی اون به اصطلاح دلیل جدا شدنتون چی بوده؟ اگه مایل هستید به ما هم بگید. والا من 15 سال که توی این سازمان بودم. ببینید اینا میگن سرلوحه ما فدا و صداقته، سرلوحه ورودی ما تو اشرف هم که بودیم یه تابلوی بزرگ زده بودن فدا و صداقت. باور کنید هر کلمه خوبی که شما بیارید به ذهنتون، مثلا صداقت، فدا، اخبار گذشتگی، هر کلمات خوبی میخواید بگید برعکسش 180 درجه تو سازمان مجاهدین اجرا شد. ببین واقعا ما چیز خوبی ندیدیم از سازمان. یعنی 15 سال ما خودمون زندان بودیم. چیزایی که از سازمان تو یه هفته که من بیرون بودم شنیده بودم، اومدم داخل دیدم همه چیز فرق میکنه. بابا به من برگشتن گفتن هر کی گفته تو میخوای بری از اینجا آزمایشی بری کشور اروپایی اشتباه کرده، بیخود کرده، اینجا که میای دیگه تمومه. خب ما موندیم و اینا. بعدش نگاه میکردیم واقعا ریاکاریشون. مثلا ما 5 صبح مثال میام، با مثال میزنم که آدما بفهمن. 5 صبح ما رو بلند میکردن میبردن بنگارسازی تا ساعتش 7-8 شب ما رو این کار رو میکردن. ولی یک تعداد بچه های خودشون بودن که از بچه های خودشون بودن که اونا رو میپرستدن کلاس های زبان انگلیسی، کلاس های کامپیوتر که همشون کامپیوتریست هم شدن. ولی این فرقایی که بین ما میذاشتن بعد این باعث شده بود که دیگه واقعا ذهنم چیز کنه. بعد نشسته هم که میذاشتن نشستایی بود که واقعا دیگه آدم ها به اینجاشون رسیده بود که این نشست همه دروغ و کذب و ایناست. این باعث شد که من از روز اول که وارد سازمان بشم با مخالفت داشته باشم با این سازمان. ولی دیگه از ترس و اینا نتونستم جدا بشم که تونستم تو آلبانی دیگه این کار رو کنم. اینا علت جدای منم همینی که بهتون گفتم، ما چیزی در سازمان ندیدیم فدا و صداقتی وجود نداره. هر چی که میگن همش کذبه، همش دروغه. فرقهایی که بین آدم ها میذاشتن و بعدش که شنیدیم که آدم هایی هم که خیلی از سمت اینا تو همین عراق کشته شدن، اینا بین بردنشون و اینا، ما چیزی ندیدیم ازشون. با این باعث شد که من خودم از سازمان مجاهدین جدا بشم. علتش این بود. بسیار ممنونم. شما تقریبا این سوال رو پاسخ دادید، ولی من میپرسم چون دوستان نوشتن که شما که از جامعه ایران و از یک جامعه ورزشی وارد تشکیلات مجاهدین شده بودید، آنچه که در اول آشنایی از اینها شنیده بودید با آنچه که درون سازمان مجاهدین مشاهده کردید چه اختلافی داشت که شما گفتید 180 درجه با هم تفاوت داشته و دیگران هم تایید کردن این حرف شما را؟ چیز دیگه ای دارید که باز بخواید درباره به این ماجراها؟ میگن شخصی که گندم نمای جو فروشه، یعنی به شما گندم نشون میده ولی جو تحویل میده. بفرمایید. ببین من که خودم که تو ایران بودم که اصلا هیچ شناختی از این سازمان مجاهدی نداشتم. من فیلمای میدیدم، فیلمای منافقین و اینا، بعد میدیدم که اینا با شنیده بودم که اینا با صدام همکاری میکنن و اینا، فقط در حد محدود
بلکه من آشنایی من بیشتر همون یه هفته که تو ترکیه بودم با این عموجانی که من دارم میگم و با اون خانومی که با من صحبت میکرد، این باعث شد که من ترغیب بشم، یعنی شناخت نداشتم. برای شما میگه جمعه ورزشی من، واقعا من هیچ میگم دنبال ورزشم بودم، دنبال زندگیم بودم و هیچ. ولی متاسفانه جوابش همینه که ما اومدیم دیگه به این صورت به دام این افتادیم. بسیار ممنونم. باز این سوال هم سوالی هست که شما در حین صحبتاتون بهش اشاره کردین، ولی متن سوال این است که درون تشکیلات مجاهدین در طی این پروسه 15 سال شما چی دیدید، چه شد که به این نقطه رسیدید که تصمیم گرفتید به هر شکل که شده فرار کنید، آن هم در کشور آلبانی؟ اگه باز میخواین چیزی در این رابطه بگید بفرمایید. خب یه علتش همین گفتم که فرقی که بین ما میذاشم، مثال زدم که برای بچه های خودشون چیکار میکردن، برای ما چیکار میکردن، ما رو بعد نشست های متعدد که میذاشن واقعا آدمو خسته میکردن، آدمو کلافه میکردن اینا. البته من یه مثال بهتون بزنم، نگاه کنید، میگفتن آقا هر نفری تو ساز مجاهدین یه کمد داشت که وسایلش رو میذاشتن، میگفتن آقا جان تو ساز مجاهدین کسی نباید در کمدش رو قفل کنه. سازمان مجاهدین سازمانیه که همه باید به هم اعتماد کنن، به خاطر همین هیچ کس نباید در مسئولین، میگفت که مسئولین بار در کمدش رو قفل کنه، که ما هم میگفتیم باریکالله سازمان مجاهدین چیه که همچین اعتمادی به همه افراد میکنه، کسی نباید قفل کنه کمدش رو. خدا شاهده بعد آدم ها که میرفتن نشست میومدن همین مسئولین داخل کموده رو چک میکردن، داخل کموده آدم ها رو چک میکردن که بتونن مدرک یه چیزی گیر بیارن که علیه همون فرد استفاده کنن. تازه ما فهمیدیم که علت این که این در کموده رو قفل میکنن، علتش این بوده که بتونن داخل کموده رو خودشون بگردن. شما نگاه کنید این چیزها رو که آدم میبینه، این چیزهایی که میشنوه، خب سرش شد درجه با هم متفاوته. من مثال زدم، فقط خواستم بهتون بگم چی دیدم، چی شنیدم. شنیدم هم که خیلی زیاده، ولی الا همین کمد مثال، بر کمد یه نمونه مثال زدم و نشستایی که گفتم، این دیگه واقعا آدمو کلافه کرده بود. بعد بی احترامی که به خانواده هم میکردن، یعنی فوشی که رهبری سازمان به خانواده های ما میداد، خب این باعث میشد که خب ما از سازمان کنده بشیم. علتش همین. بسیار ممنونم از شما. آقای محمد رزاقی از فرانسه نوشتن که آقای سوربی، مریم غجر در نشست های درونی می گفت شما مسعود را 2% هم نمی شناسید. بعد از 20 سال شاید یک کم بشناسید. مریم غجر راست می گفت. همین جدا شده ها و افشاگری هایشان در مورد ماهیت رجوی و سران این فرقه ثابت می کند که شیادی، دجالیت و تنفروشی و خیانت رجوی بعد از 20 سال تازه هنوز هم به اصطلاح کم شناختیم. شما خودتون چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که اینها به اصطلاح یک کاری میکردن که افراد به ماهیت اصلیشون پی نبرن و حقیقتا یعنی تظاهر میکردن؟ حافظ میگه اونایی که اینجوری روی منبر موعظه میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. رهبران سازمان هم برای شما به این صورت بودن؟ بفرمایید. ببینید خیلی جالب بود، مسعود همیشه از مریم تعریف میکرد، مریم هم از مسعود تعریف میکرد. به قضیه شما همینی که گفتید، دو گفتید 2%، من یادم افتاد توی کند شخص برگشت گفت من، گفت نگفت شما، گفت من با این چیزم هنوز 2% مسعود رو شناختم، یعنی انقدر عظمت داره مسعود که من 2% شناختم دیگه، شماها دیگه ببین چی. یعنی اینطوری داشت ازش والا همین که خودتون هم گفتید، کار ریاکاری و تو این چیزا حرف اول رو میزنن، اینا ظاهر و باطنشون واقعا 180 درجه با هم فرق میکنه. مسعود رجوی نشست میذاره 1 ساعت شروع میکرد تفسیر قرآن، حالا تفسیر قرآنش هم اصلا هر کی میدید، هر کی سوادش رو داشت میدید که همش اشتباه بود، همش فقط بخاطر چیز، این ریاکاری ها رو انجام میداد، این کارها رو میکرد که آدمها رو سمت خوش بکشه و اینا، یعنی یک خدایی از خودش، یه بتی از خودش بسازه که واقعا برای بعضی ها همینطوری شده بود به قرآن. یعنی من بعضی که سوال میکردم میگفت مسعود مثل برای من مثل پیامبره، مسعود اینطوریه.
یعنی واقعا خیلی جالب بود. همین که میگم این از اون دلیل بود، این از اون مثل که با هم قرار گذاشته بودن که از هم دیگه تعریف کنن که کسی چیز نکنه. نمونهش هم همین شریف که میگید، آقای مهدی ابریشمچی که ما تو اینجا باش آشنا شدیم و اینا، به قرآن یک آدم لومپن و لاتیه که از حرف زدنش آدم میفهمه که این یک آدم به غایت لات و لومپن. اصلا من یک ساعت دو ساعت که این یادم یه نشستی گذاشته بود و اینا، فقط به چهره این نگاه میکردم میگفتم خدای ریا از چهره این داره میباره. حالا اینی که شما گفتی دقیقا همینه، اینا از خودشون برای خودشون بوت میساختن ولی زارو باطنشون واقعا فرق میکرد. به فارسی میگن به همدیگه نون قرض میده. در صورت ممنونم از شما. دوستان میپرسن که از آقای ثانی بپرسید چطور این سازمان با این همه دروغ و ریاکاری حتی بر علیه اعضای خودش سرپاست؟ آیا علتش یه چیزی از درون هست یا اینکه از خارج از خودشان تغذیه مالی و تدارکاتی میشوند؟ شما چی فکر میکنید؟ سازمانی که این همه سال هیچ کاری نتونسته انجام بده بجز اینکه افراد خودش رو به کشتن بده، چه در میدون جنگ چه در حتی قرارگاه خودش، چجوری برپاست؟ چون اگر هر سازمان دیگه ای بود مورد بازخواست قرار می گیره، فرو می پاشید. چرا اینها هستن؟ حتی یکی دو روز پیش دیدیم که برنامه باز داشتن در فرانسه که در موردش صحبت خواهیم کرد. نظر شما چیه در این مورد؟ دقیقا این سوالی که می پرسید که چرا این پاورجاست، خب ببینید 100% شک نکنید، اطلاعاتی هم که ما داشتیم بیرون هم که اومدیم، اینا از عربستان و خود آمریکا تغذیه میشن. شما نگاه کنید مهمونایی که برای این مریم غجر تو ویلفن میومد، آدمای کمی نبودن، مثلا جان بولتون یا افراد دیگه که میومدن، اینا خب پشت سازمان هستن و لحاظ مالی هم بله دقیقا همینه. بعدم درون تشکیلات شما میگه چرا مثلا افراد مثلا موندن فرار نمی کنن یا مثلا نمیان، چون خود سازمان رو با افرادش میشناسن و اینا با خود مریم نمیشناسن که مریم تک باشه دو نفر پشتش که کسی نمیره، با این 2000 نفری که هستن این داره کار خوش رو پیش میبره. خب افراد هم نگاه کنید یه تعدادی که ببین نقطه ضعف های افراد ها گیر آوردن، اینا با مثلا یکی دوچرخه میخواد براش میخرن، یکی کامپیوتر میخواد براش میخرن، یکی میگه من تو این کار دوست دارم وارد بشم این کارو میکنن. یه تعدادی هم که هستن که بابا جان دیگه سنشون 60 سال به بالاست، دیگه طرف برگش مازش میپرسیدم گفتم خب چرا نمیری؟ بابا جان من دیگه 60 سالم، من بخوام بیام بیرون بخوام هر کاری هم کنم دیگه برای من دیگه چیزی نمونده، نه خانواده مونده نه کسی رو دارم، خب 10 سال آخر عمرم بذار تو این سازمان بمونم بین برم. اینا باعث شده که این سازمان پابرجا بمونه و شک هم نکنید که پشت این دستگاه عربستان هست که تغذیه مالی میکنه و آمریکا، و حتی من این نظر دارم که حتی اسرائیل هم پشت قضیه این است. بسیار ممنونم. میپرسن که سازمان اخیراً دست به تاریخ سازی زده و سعی میکند گذشته خودش را پاک کند و یا دستکاری کند، شما میدونید چرا؟ والا من یه چیزی خوندم خیلی جالب بود، نوشته بود که اینا دارن با مدیران گوگل صحبت میکنن که این قسمت سرچشون رو دستکاری کنن که این تاریخچه قبلیش از بین بره. خب شما نگاه کنید، شما باشه گوگل، اما گوگل که این کار رو نمی کنه، دوم اگه این کارم کنه ببین گذشتش که نمیتونه پاک کنه. شما نگاه کنید تمام مردم شناخت پیدا کردن از این سازمان. بابا کسایی که گرام میدادن به ما، فیلماشو دیدیم، گرام میدادن به صدام حسین که حمله کنه، بعد کسایی بودن که واقعا تعدادی از آدما رو نابود کردن که اصلا به شاید بگم به تعداد خیلی زیادی اصلا افراد ناپدید شدن اینا، یعنی کشته شدن اینا. خب شما حساب کنید هیچ موقع اینا رو نمیتونن گذشته خودشون رو جز کنن. بعد هم ببینش سازمان رو از خودش افرادش میشه شناخت. ببین ما خودمون از سازمان اومدیم بیرون، خب ما خودمون تو سازمان بودیم، بهترین نفراتی هم که میتونن پاسخگو باشن ما هستیم،
اون بخواد هر کاری هم کنه گذشتش رو پاک کنه، حالا به هر طریقی، چه بتونه با مثلا یه کارایی کنه که مثلا ذهن آدم ها رو چیز کنه، ولی هر کاری کنه با کارهایی که ما دیدیم و کارهایی که کردن هیچ موقع این پاک شدنی نیستش. خیلی ممنون. شما اشاره کردین که افرادی که اونجا هستن معمولا 60 سال و 60 سال به بالا هستن و فکر میکنن که ما حالا توی این سن و سال بریم بیرون چه کار کنیم، این 10-15 سالی هم که زنده هستیم اگر زنده باشیم بهتر هم اینجا که عادت کردیم به این نوع زندگی و این افراد بمونیم. یک مصاحبه رو آقای امیر وفا یغمایی انجام داده که آدم وقتی نگاه میکنه واقعا، مخصوصا اونایی که پدر مادر هستن، اصلا قلب آدم به اصطلاح متأثر میشه. و ایشون میگه که رفت و مادرش رو دید، بعد از چندین سال، بعد از تلاش های زیاد، میگه مادرش بهش گفت که من الان بیش از 50 سال عمرمه و اینجا هستم، تو میخوای من بیام بیرون و برم بشینم موهامو شونه کنم؟ یعنی افراد در سازمان مجاهدین جوری پرورش پیدا کردن که فکر میکنن اگه رفتن موهاشونو شونه کردن گناه کبیره انجام دادن. و به همین خاطر میبینید قیافه این خانم ها رو نگاه کنید، ریش دارن، لباس های سربازی، ولی یکیشون از خودش نمیپرسه چرا این خانم رجبی عکس 20 سال پیشش رو با امروز که مقایسه میکنیم معلوم میشه هی داره هر سال جوانتر میشه و این لباس و اینها از کجا میاد. در صورت اگه در این مورد توضیحی داشته باشید. ضمناً یکی از دوستان فرمام اما ایرانی ببخشید میگن که سلام آقای سربی، تبریک به مهمانتان. چرا آقای ثانی که یک فوتبالیست بوده در طی 15 سال در مجاهدین ماند؟ ایشون توضیح داد، گفت که وقتی من رو با اون به اصطلاح کلک ها وارد کردن و گفتن موقتی هست و تمپراری هست و اینها، بعد که رفتم دیگه بعدن مسئله ترس و تهدید و اگه برید این جوری میشه، اگه برید اون جوری میشه، ولی بازم میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدیم تا از زبان خودشون بشنویم. شما که فوتبالیست بودید و اینها، چرا 15 سال اونجا موندید؟ بله خب ببینید، نگاه کنید، همینی که من گفتم بیشتر ترس بود. بعدش 2-3 سالی هم که گذشت من اونجا بودم، دیگه گفتم من برگردم دیگه فوتبالی دیگه نیست، یعنی هم سنم رفته فوتبال، هم دیگه تا بخوام برگردم دیگه عمری از من گذشته. ولی بیشتر همینی که آقای فرمان که نمیدونم آقای پاویش یادم رفت گفتن، من روک بگم بیشتر ترس بود، چون نشسته که اینا میذاشتن یه هتل مهاجره کرده بودن، هتل هیولا، یعنی ما به این اسم شاختیم، یعنی تنها راه ما تو عراق این بود. خود تو اشرف هم که بودیم نمیتونستیم فرار کنیم، چون واقعا دور تا دور ما سیاج بود. درخواست هم که میخواستی بدی معلوم نبود با چیکار کنن، شاید یه کاری میکردن سربنیستت میکردن، چون اونجا این قدرت رو داشتن. ولی برای من بیشتر ترس بود. یکی هم شما گفتید که اینا موهاشون رو شونه میکنن اینا، من اونجا بودم. ببینید چه مردش چه زنش، هر کی به خودش یه خورده برسه بهش مارک جنسی میزنن، میگن تو داری یه کاری میکنی، تو فیلت یاد هندوستان کرده، تو که داری به خودت میرسی برای چی به خودت میرسی؟ خب حتما یه موضوعی هست، حتما میخوای بری. دقیقا همینه، آدم ها مجبورن با اون حالت فرسوده و حالت گرفته. شما الان تو فیلمونه آلمانی نیستید ببینید، واقعا نگاه میکنید باید فکر میکنید که یه تعداد گدا دارن تو خیابون را میرن، در صورتی که مشکلات مالی نداره سازمان میتونه به اینا برسه. ولی واقعا هر آدمی که به خودش میرسه همچین مارکی بهش میزنن، به خاطر همین افراد ناچار هستن به خودشون زیاد نرسن و همینطوری عادی بگردن. زناشون که دیگه فبه ها چندین برابر بیشتر زیر فشار هستن. شما الان دارید میگید مریم رجبی، بله مریم رجبی خودش کرمش، شنیدم کرمش فقط 5-6 میلیون قیمت کرمی که به صورتش میزنه 5-6 میلیون قیمتشه، یا ببخشید تمام دندوناش رو درست کرده. و این منم نزدیک دیدم، این انقدر این پوست کشیده شده دیگه فکر کنم دیگه یه ذره دیگه کشیده بشه دیگه کل صورتش از بین میره.
انقدر رو خودش عمل جراحی کرده تا خودش رو بتونه نگه داره. به قول خودشون میگن هر چقدر زیباتر باشه، جذابتر باشه، افراد رو به سمت خودش جذب میکنه. مثلا ایرانیایی که ببینم مثلا رئیس جمهور آینده ما چقدر آدم قشنگ و زیبا و چقدر آدم با پرنسیبیه. این موضوعات رو هستش. بله دقیقا همینی که گفتید، آدم ها اونجا واقعا هر کی به خودش رسیدگی کنه بهش مارک بریدگی میزنن یا میگن مسائل اخلاقی بهش میچسبونن. ببینید الان شما، من که الان اومدم با شما مصاحبه کردم، یه هفته دیگه بیانیه میزنن که یا من معتاد بودم یا زیر پل بودم، چون اینا برشون چیز موضوع ساختگی، یه دستخط ساختگی اینا برشون کاری نداره با یه امضای جعلی اینا. اینا همه مارک میزنن، حتی اونایی که جدا شدن. حالا حساب کنید اونایی که داخل هستن دیگه فرقا چند برابر میشه. اوکی، دو تا از سوالات اتفاقا در همین رابطه است که یکیش میگه که آنچه که مجاهدین در رابطه با بقیه نفرات جدا شده قبل از شما گفته بودند و شما را از آن شعارها میترساندند، حالا که بیرون آمدید آیا واقعا این مواردی رو که اونها گفتند درست بود یا این هم کاملا متفاوت بود؟ ببینید سازمان، من یه ماه یک دو ماه بعدش که تو آلبانی اومدم جدا شدم و اینا، ببینید دقیقا همین بود. یعنی واقعا میگفتن که این آدمایی که الان تو آلبانی هستن الان یه عدهشون کارتون خوابن، یه عدهشون معتاد شدن، یه عدهشون حتی به مافیا رفتن، سمت مافیای مواد مخدر رو براشون دارن کار میکنن، به این روز کشیده شدن اینا. یک ترسی اینطوری ایجاد کرده بودن، حتی میگفتن کمیساری هم حتی بهشون کمک نمی کنه. ولی واقعا من که اومدم بیرون 180 درجه فرق میکرد. نه معتادی دیدم، نه آدمی دیدم که بخواد با مافیا کار کنه. درست اینجا زندگی خیلی سخته، مون واقعا پول کمیساری ها به زور با ما پول میده، مجاهدین دولت اینجا که دولت مافیایی خریده و خیلی ما رو اذیت میکنه. ولی اون چیزی که سازمان مجاهدین سر نفرات میگفت دقیقا 180 درجه فرق میکرد. آدم ها با هر بدبختی که دارن زندگیشون رو میکنن و خیلی سرحال هستن. من تک تکش تا آدم رو سوال کردم، چون من خیلی آدم چیزی هستم که دنبال اینم که ببینم آدم ها تو ذهنشون چیه. من از آدما سوال میکردم که حتی از اونایی که سابقه شون خیلی بالا بود، میگفتم همین الان سازمان مجاهدین به تو 1,000,000 دلار بده، زنم بده، بچم بده، بگه برگرد سازمان برمیگرد. و قرآن همه آدما قسم خوردن، میگفت اصلا حرفشون هستن. ما بزرگترین اشتباه، بزرگترین گناه همون اینه که زودتر نیومدیم بیرون، که ما اومدیم تو آلبانی اومدیم بیرون. ای کاشی که ما تو همون عراق که بودیم جدا می شدیم. یعنی واقعا بله آدم ها رو می ترسونن، چون اگه نترسونن خب ریزش زیاد میشه، ریزش از داخلش زیاد میشه. الان هم که بردنشون تو یک بیابونی که اصلا آدم ها رو نبینن، خب تو شما حساب کنید دیگه با اینا کار کردن کار ندید. ما میگیم مخشوی، فکر میکنیم مخشوی داشته یک آمپولیه که میزنن به برس، نه با مخشوی همین نشست های متعددی که میذارن برای آدم ها، اون افکارشون رو عوض میکنن و به بردگی میگیرن، ایدئولوژیشون میشه ایدئولوژی مسعود و مریم، این میشه مغزشوی. خیلی ممنون آقای فرهاد زمانیان از ایران، به شما تبریک میگن و آرزوی پیروزی و موفقیت میکنن براتون. آقای پرویز حنا میگن که سلام آقای سربی و مهمان برنامه آقای هادی ثانی. و دوستان درباره قیافه مریم رجوی و یا مریم قجر و جراحی هایی که انجام میده، حتی آقای شکری میگه که وقتی جلو دوربین میخوان بیارنش کلی خرج میکنن، گریم میکنن تا. خب این یه امر ساده است، شما نگاه کنید عکسای خودتون رو 15 سال پیش 20 سال پیش مقایسه کنید با عکسای این خانم 15 سال پیش 20 سال پیش. و آقای رزاقی میگه که این لباسایی که تن این خانم ها هست لباسایی که ارتش آمریکا داد و همه چینی هستن و این سازمان برای افراد خودش پشیزی خرج نمیکنه. جالبه که آقای امیر وفا یغمایی میگه روزی که تصمیم گرفت جدا بشه پوتینش رو ازش گرفتن و بهش دمپایی دادن. وقتی پرسیدم چرا پوتین رو از من میگیرید، گفتن که این
اموال سازمانه و به اصطلاح مثلا یه چیز سیکرت و محرمانه و مخفیه. بعد تعریف میکرد که الان فکر کنم تو سوئد باشه ایشون یا تو فرانسه، میگفت اینجا شما تو هر فروشگاهی بری این پوتینا رو میتونید بخرید. ممنونم از دوستانی که با سوالات خودشون با نظرات خودشون ما رو همراهی میکنن در برنامه. دوستان اگر سوالی دارین در حین برنامه، الان که این برنامه زنده است، میتونید بپرسید، مطرح کنید. و این برنامه تا هفته آینده هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه، اون موقع هم شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید و مطرح کنید. ضمناً این مصاحبه‌ای رو که گفتم آقای امیر وفا یغمایی در فیسبوک بعد از صحبت‌های آقای هادی ثانی قرار میدم. میپرسن از شما این جریان کانون‌های شورشی چیه؟ شما که در آلبانی بودید چه تحلیلی از سازمان در این باره از مسئولین شنیدید؟ اگر خط سازمان شعار نویسی و آتش زدن بنر است، خب این کار که بازگشت به 40 سال پیش است. قبل از 30 خرداد 60 در فاز سیاسی همین کار را میکردم. تحلیل کردن این کار فایده ندارد. مبارزه مسلحانه را شروع کرد، حالا قاطی کرده. این کارها که احتیاج به کانون شورشی نداره. به یک عده لومپن شما پول بدهید، اینها این کار را انجام میدن. تازه شعار و آتش زدن بنر چه تأثیری روی افکار مردم دارد؟ نظر شما در این مورد چیست؟ بیشتر کانونهای شورشی رو بفرمایید. من هر سر همین موضوع بگم. ببین، من خودم حس میکنم که سر کانون شورشی که میگن اینا بیشتر مصرف داخلی داره بعد خودشون، که به افرادشون بگن ببینید ما چقدر داخل ایران چیز داریم، هوادار داریم و اینا. ولی واقعا خنده‌دار بود برای ما موقعی که حتی فیلمایی که می‌گرفتن پخش می‌کردن، ما می‌دیدیم یه نفر دو نفر توی بیابونی داره عکس می‌گیره اینا، همیشه تو ذهن ما می‌گفتیم خب این که نشود یه چیزی. شما حتی چند بار قیام شد تو ایران اینا، یک بار اسم از اینا برده نشد، یک بار، یعنی اصلا سمت چیز نمی‌کرد. حالا من یک مثالی بزنم، مادرم تعریف می‌کرد که اینا زنگ می‌زدن به خونه که شما یک عکس براتون میفرستیم، عکس مریم رجایی، حالا یک جایی باشه، کوچه ای هیچ کس نباشه اینا، شما یه فیلم بگیرید که ما پخش کنیم از سیمای آزادی اینا. ببین چقدر اینا به بدبختی رسیده بودن که این کارو کنن، که حالا مادر من قبول نکرد و اینا. ولی واقعا اینا بیشتر مصرف داخلی داره و اینا آدمایی که بیرون اصلا میبینن که بابا جان منفورترین سازمان تو ایران همین سازمانه. باور کنید خودشون داخل خودشون میگفتن ما نزدیک 78 تا 80% هوادار داریم تو ایران، یعنی مردم ایران طرفدار ما هستن. که برای ما جالب بود که نمیدونیم کدوم سایت این تحلیل رو کرده بود، این نظرسنجی رو کرده بود که اینا 78 تا 80% چیز دارن، هوادار دارن. کلن کانون شورشی و اینا که به قول شما به 10 نفر آدم پول دادن و همینطوری که ما رو فروختن 2000 یورو 3000 یورو، با شما به یک آدم لومپن 500 یورو 100 یورو بده برات همه کار میکنه تو ایران. بعد هم اگه دقت کرده باشید جای عادی نمیکنه، این جایی انجام میدن که خیلی کسی نیست و هیچ ادعی نیست اینا. و یعنی جریان شورشی، کانون شورشی که میگه بیشتر من خودم از کنم که مصرف داخلی داره برای اینکه نیروی خودش رو چیز کنه، چون الان نیروی خودش فهمیدن خیلی منفوره حتی سازمان. به این صورت میخواد به نیروی خودش بگه نه بابا جان، ما انقدر هوادار داریم، کانونای شورشی هم آماده هستن هر لحظه اوضاع داخل ایران خراب بشه با فرمان مسعود و مریم این کانونا شروع میکنن عمل کردن. و بعد برای ما اینطوری تعریف میکردن، پادگانه ها رو گرفتن و سلاح ها رو تقسیم بین مردم تا اینکه افسران ارتش آزادی باش که شما هستید و ما هستیم برگردیم و بتونیم سازماندهی و رهبری کنیم. این بحث کانون شورشی این بود که خب برای ما خنده داره، یعنی من بیشتر به همون که گفتم مشروط داخلی داشت. به نظر میاد شما ناراحت هستید که شما رو آدم فروش ها به مبلغ 2000 یورو فروختن. بذارید من به شما یکم دلداری بدم. یکی از همشهری های من رو با یک گونی شکر عوض کردم، یکی از اونایی که اسیر بوده و اینها، با یک گونی شکر. و از این جنایات ما زیاد دیدیم و شنیدیم. سوال میکنن آقای خورسندی از کانادا از شما، از مسعود چه میدانید، زنده است یا کشته شده؟ من اضافه میکنم
یا مجروح و معلول هست. چیزی میدونید از مسعود چیزی میگفتن یا نه؟ حالا اونا که ما که اومدیم بیرون فهمیدیم، حالا ترکی فیصل تو صحبتهاش مرحوم استفاده کرده اینا، ولی من خودم اسم میکنم که اون بازی بود، یعنی بازی چه بود. من چیز خودم اینه که مسعود زنده است حتی داخل خودشون، چون قیافش رو عوض کرده. من یادم که حتی شما نگاه کنید، همون تو اشرف هم که بودیم، تو لیبرتی هم که بودیم، بین خودمون بود، کاری نداشت که قیافش رو به شکل زنده رو بردن و اوردنش به این کشور و اون کشور، چون سازمان مجاهدین تو این کار رو تبخور خاصی داره. من خودم اسم میکنم زنده است، ولی حالا زنده بودنش با مردش همه چی فرق نداره. یعنی با شما نگاه کنید 17 سال 18 سال گم و گور شده، حالا در مجموع اینا هنوز کسی اطلاع پیدا نکرده این زنده است یا مرده است. این نظر خود منه که بین خودشون است و تو قسمت زناشون چیز میکنه و کسی هم نفهمیده. بله، البته آقای نوریزاده یه دفعه با اطمینان میگفت که ایشون در اردنه و به اصطلاح ازش تعهد گرفتن که هیچ دخالتی نکنه، چون مسئول سازمان و اون فلسفه قدیم مبارزه با آمریکایی‌ها بوده. حالا که سازمان میگه ما روشون عوض شده، بهتره که ایشون فقط ساکت و آرام باشه. دوستان مینویسن که آقای رزاقی از پاریس نوشته، یک دوست ارمنی وقتی جدا شد و آمد کمپ، دیدیم با شورت آمده. پرسیدیم چرا با شورت آمدی؟ گفت در همین سیطره مجاهدین طرف خواست وسایلم را تفتیش کند که گفت چیزی ندارم جز یک پاکت سیگار و یک فندک. نفر فرقه گفت شلواری که پوشیدی مال سازمانه، آن هم شلوار را در آورد و داد با شرط آمد کمپ تیف. نفر 15 سال شبان روز کار کرده بود، یک شلوار هم به اصطلاح بهش ندادن. بعد از شما میپرسن حالا که آقای ثانی خوشبختانه به زندگی عادی برگشتن، برنامه آیندهشان چیست؟ چه تخصصی را میخواهند دنبال کنند؟ باز یه دوست دیگه میپرسه که با سلام به شما آقای سوربی، آقای حاجری اینو میپرسن یا نوشتن، و مهمان عزیزتان آقای هادی ثانی، این فرقه در هر مقطعی ترفند خاص خودش را استفاده می کند، در عراق به یک شکل و در آلبانی به شکل دیگری. در آلبانی ما را از موشک مخملی می ترساندن. ضمناً من متوجه شدم شما یکی دو بار گفتید که اون مدتی که اونجا بودید ترس، و خیلی شجاعانه شما گفتید هیچ چیزی نبود به غیر از ترس. اجازه بدید من به عنوان یک ایرانی که از طریق شما و دیگر دوستانی که از سازمان جدا شدن آشنا شدم با درون سازمان، چون خود من مدتی برای اینها به اصطلاح کار میکردم تا اینها از لیست چیز بیان بیرون، تروریستی و اینها، و ما از بیرون میدیدیم، یعنی اون در سبز رو میدیدیم، و به قول اون ضرب المثل که میگه طرف اونور نرده همه چیز رو به اصطلاح سبزی ها رو سبز میبینه، ما اون سبزی ها رو میدیدیم، ولی شما دارید از نامهربانی ها، بدرفتاری ها، دروغ ها میگید، و اصلا شما فکر نکنید شما یک شخص ترسو بودید. همین که امروز با شجاعت و شهامت حاضر شدید بیاین خاطرات خودتون رو بگید که دیگران به این به اصطلاح مصیبتی که شما اسیر و گرفتار شدید گرفتار نشن، من به شما تبریک میگم و خیلی این کار شما مؤثره. برگردیم به اون سوال که برنامه آینده شما چیست و چه فکری دارید برای زندگی جدیدتون. حالا من ذهنم هم بیشتر اینه که دنبال یک زندگی معمولی باشم، یعنی دنبال نه سیاست باشم نه دنبال کسی. الان هم که میدید من دارم صحبت میکنم، میدونم برای من بعدش خیلی پیامدها داره، تهدیداتی که از سازمان میشه، حتی شاید به قولی تو یک جایی حتی منو سربنیست کنن. بس واقعیه، چون سازمان مجاهدین کسایی که مصاحبه میکنن واقعا میشه دشمن یکشون. حالا من سر زندگی کردن واقعا برای خودم دست میگیرم یک زندگی عادی رو شروع کنم، و اگه خدا بخواد
به قولی ازدواج کنم و زندگی عادی، ولی متاسفانه الان شرایطش تو آلبانی فراهم نیست و رفتن از این کشورم واقعا سخته و نمیشه با پول زیادی تو باید یا بری یا اینکه اصلا امکان رفتنش نیست. حالا ما واقعا الان موندیم خودمونم چیکار کنیم؟ یعنی اینی که میگه شما برای آیندهتون چه تصمیمی گرفتید، واقعا الان ما موندیم، ما نمیدونیم فردامون چه اتفاق میفته، پس فردامون چه اتفاق میفته. اگه ما واقعا میدونستیم که اینجا دولت آلبانی پشت ما هست، یعنی سازمان این دولت رو نمیخرید، پشت ما بود و شما نگاه کنید مثلا تو فرانسه به پناهنده‌های سیاسی یا به حتی هر کشوری که پناهنده سیاسی باشه تا آخر اون یک پولی میدن، ولی اینجا اینطوری نیستش. اینجا دو ماه دیگه پول ما رو قطع میکنن، یه ماه دیگه پول ما رو قطع میکنن، کارم به ما نمیدن، یعنی اجازه کارم نداری. خب شما حساب کنید من برای آیندم چه فکری باید کنم؟ من فقط باید این فکر کنم که خدایا بتونم یکی دو ماه دیگه من پول جمع کنم که بتونم بعد از اون دو ماه دیگه زندگی کنم. یعنی تصمیم آنچنانی نگرفتم، من بیشتر ذهنم این بود که اومدم بیرون از سیاست بکشم کنار و دنبال زندگی عادی باشم، ولی متاسفانه الان شرایط نیست که من بخوام به اون موضوع فکر کنم. بسیار ممنونم از شما. آقای سهراب گفتن با سلام به دوست عزیزم هادی و تبریک میگم و این ماجرایی که شما گفتید ممکنه بعد از این مصاحبه شما را اذیت کنن، به نظر میرسه که حتی قبل از این مصاحبه، یعنی شما به محض فرار کردن از مجاهدین، اونا به شما تهمت مزدوری زدن. مگه شما با جایی در رابطه بودید یا رابطه داشتید که اینها کمک هزینه کمیسریا را هم به شما نمیدادن؟ یعنی این یه چیز معمولی است که تا روزی که با اونها هستید شما بهترین هستید، همچین که جدا شدید شما بدترین عالم میشید. در رابطه با به اصطلاح تهمت و افترا و ناسزا به شما، چه چیزایی به شما گفتن به غیر از اینکه مزدور هستید و سپاه قدس هستین و اینا؟ بفرمایید. برای اینا خیلی سخته نفری بخواد فرار کنه. اگه مثلا یک نفری باشه که با خود تشکیلات صحبت کنه، خود تشکیلات بفرسته بیرون، براشون زیاد مهم نیست، ولی کسی که فرار میکنه خب اللحاظ سیاسی هم براشون خیلی بده. فرار کردن یعنی اینکه تو توی یک حالتی قرار گرفتی که مجبور شدی از اونجا بزنی بیرون، خب اللحاظ سیاسی برای اینا خیلی بد تموم شد که ما دو نفر فرار کردیم. ما که رفتیم خودمون رو به کمیساریا معرفی کردیم، کمیساریا ما رو برد توی یک هتلی، فقط تا یک ماه ما فقط صبحونه میخوریم، صبحونه میدادن، نهار و شام نمیخوریم که خودمون رو بتونیم نگه داریم. یعنی سازمان مجاهدین هیچ کمکی با نمیکرد، در صورتی که اینا با ژنو توافق کرده بودن که آقا جان تمام خرج و هزینه های این جدا شده رو ما میدیم، ولی با ما این کار رو کردن. اولین زنگی که ما زدیم بهشون گفتن برید از همون جایی که میخواید بگیرید در پولاتون رو. گفتیم منظورتون چیه؟ گفت برید از اطلاعات ایران. گفتیم باشه، ما نه به ایران کار داریم به چی مسائل شما، ما اومدیم بیرون، ما حقمون رو میخوایم، حق ما هم اینه. حالا تا یک ماه ما رو اذیت کردن، تا یک ماه به ما چیز کردن، آدم ها فشار میوردن که سمت ما نیان اینا، تا اینکه بعد یک ماه تونستیم حق حقوقمون رو بگیریم، ولی متاسفانه اونم تا 3-4 ماه بود برش اونم قطع کردن که به ما باز مارک مزدوری زدن که شما رو سفارت کنار نزدیکی سفارت ایران دیدن، به خاطر همین حسن نایب آقا امضا کرده که شما پولتون قطعه. حالا جالب اینه که خود تیرانا مگه چقدره که حالا منو کنار سفارت دیدن؟ بابا کل تیرانا به اندازه کف دست نیست. حالا ما رو از یک کناری رد شدیم، یک نفر دیده از این مزدورای خودشون، اجیر شدهای خودشون که میره میگه و اینا، پول ما رو قطع میکنه. کلا ببینید همینی که خودتون میگید، هر کی با سازمان باشه خوبه، هر کی یک ذره بکشه بیرون دشمن اصلیش میشه. خب هستن آدمایی که الان جیرخارشون هستن، خب از ما دوری میکنن، به ما میگن مزدور، به ما هزار تا مارک میزنن، ولی خب ما تحملشون میکنیم چون میدونیم زیر فشار هستن، به خاطر پولی که از سازمان میگیرن مجبورن این کارا رو کنن که ما زیاد باهاشون چیز نمیکنیم. ولی واقعیت اینه تا موقعی که هست یا سازمان بهت میرسه تا یه مورد، ولی باید چیز کنی براش، باید براش به حواد فردزی و جاسوسی کنی. باید ببینید الان نفراتی که براش کار میکنن تا
تقریبا مایی 230 240 یورو به پول یورو حساب کنیم میگیره از سازمان مجاهدین، باید هفتگی اطلاعات به سازمان بده که این نفر کجا رفته، این نفر خونش کجاست، این نفر با کی میگرده، این نفر، یعنی این تشکیلات هم بیرون ساخته سازمان مجاهدین، یه تشکیلات مال خودشون، یه تشکیلات هم با آدم های جدا شده ساخته، اونم از طریق پول، پولایی که به اینا میده و امکاناتی که به اینا میده. خب دیگه شما حساب کنید الان من مصاحبه کردم، خب به خاطر وجدانمه. ببینید شما حساب کنید، خب من یک چیزایی من وجدانم قبول میکنه، من باید اون حقایق و اون چیزایی که دیدم رو بیام بیان کنم. خب وزارت اطلاعات چیه چیه این مارکایی که با ما میزنن، و خب شما حساب کنید بعد از این مصاحبه صد مدار بیشتر میشه و آدمایی که هستن اینجا خیلیشون سمت ما نخواهن اومد، که برای ما زیاد مهم نیست. برای ما مهم اینه که افکار عمومی و مردم و واقعا کسایی که بیننده هستن بفهمن که این سازمان چه سازمانیه و چه افکار پلیدی داره. ممنونم از شما. آقای سهراب میگه به نظر من هادی دست به عملی انقلابی زد که فرار کرد، چون اگر فرار نمیکرد نمیتونست دوباره به آزادی دست پیدا کنه. آقای مانی خورسندی از کانادا میپرسن که سازمان بنل در آلبانی نیست که کمکتان کند؟ شما توضیح دادید که هست، ولی این سازمان مجاهدین اونها رو چون کشور فقیری هست اونها رو خریده و میشه گفت که سازمان ملل هم اون قسمتش که در آلبانی هست غلام حلقه به گوش سازمان شده. بعد از شما این سؤال میپرسن، خیلی جالبه، آیا جدا شدگان در آلبانی تشکیلاتی ندارن؟ اجازه بدین من با آقای خورسندی بگم که دوستان اینها میدونید وقتی از جوانی رفتن اونجا الان فامیلشون همدیگه هستن، یعنی این آقا وقتی میاد بیرون دوستان دیگه کمک میکنن. همین امروز که با ما صحبت میکنن از منزل دوستانی هستن که اینترنتی دارن، وسیله‌ای دارن، و من به نوبه خودم از اون دوستان ممنونم که به اینها مثل یک فامیل، مثل یک دوست، مثل یک رفیق کمک میکنن تا اینها روی پای خودشون وایسن و بتونن زندگی آیندهشون رو تصمیم بگیرن. ضمناً دوستان یادتون باشه در باره تصمیم برای آینده، کسی که همه عمرش، خب تا یه مدت پدر مادرش تصمیم گرفتن، جوون که بوده ورزشکار بوده مربی تصمیم گرفته، بعد که به دام اینها افتاده اینها براش تصمیم گرفتن. آقای هادی احسانی بنده خدا الان از یه حالتی میاد که خیلی مشکل تر از حالات من و شماست که از جوانی برای خودمون تصمیم گرفتیم، ولی من امیدوارم که تصمیماتتون صحیح و درست باشه و موفقیت شما رو ما هر روز شاهد باشیم. آقای سلمان یوسفی یه چیزی نوشتن، من حقیقتش متوجه نمیشم. نوشتن بی بی سی دست به دامن زنان خائن فرح و مریم، جمهوری اسلامی هر لحظه به سقوط نزدیک است و مقاومت هم در خدمت مردم ایران، رئیس خانم جمهور. من اصلا نمیفهمم رئیس خانم نمیدونم، یعنی این جمله رو من متوجه نمیشم. ضمناً یادتون باشه دوست عزیز آقای یوسفی 40 سال هست، مخصوصا ما که توی آمریکا هستیم شاهدیم، هر روز میگن 6 ماه دیگه این حکومت میریزه پایین. امروز در ایران 22مین به اصطلاح 40مین 22 بهمن رو جشن گرفتن و CNN داشت نشون میداد، برنامه هست آقای فرید زکریا، حتما نگاه کنید، GPS اسمش هست. دیروز یک نویسنده و یک فیلسوفی رو آورده بود، میگفت که ایران شده یکی از 5 امپراتور قبل از حکومت آمریکا و توضیح میداد که اینا کی هستن چی هستن. اینجوری ساده نگاه نکنید، ما هممون دلمون میخواد امشب جمهوری اسلامی فرو بریزه و فردا صبح یه حکومت دموکرات و آزاد داشته باشیم، ولی آیا همه چیزایی که من و شما دلمون میخواست تا امروز عملی شد که این یکی هم عملی بشه؟ در صورت ممنون و متشکرم از یکایک دوستان. آقای محمد کرمی از فرانسه به شما درود میفرستند، آقای سوربی و مهمان گرامی شما. در ضمن ایشان خیلی هم خوشتیپن، آقای فرهاد زمانیان که خودشون هنرمند هستن از ایران به شما میگن که شما خیلی هم خوشتیپ هستید. خب ممنون، تشکر. میخواین در مورد این بله بفرمایید.
بگم سر اینکه آقای یوسفی برگشته گفته ببخشید وسط کلامتون که اینا رئیس جمهور آینده اینا، ببین من نمیخوام مارک بزنم چون هر واقعا تریبون آزاد هر کی میتونه بیاد بیان کنه، هر انتقادی هر چیزی داره بیان کنه، من نمیتونم با آقای یوسفی یا امثال آقای یوسفی بگم جیره خال مجاهدین، من خوشم نمیاد چون معلوم نیست. ولی ببینید آقای یوسفی یا امثال آقای یوسفی، ببینید ما از خود سازمان مجاهدین اومدیم، ما خودمون توشون بودیم. ببینید شما که میگی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با ما چی کار کردن که بخوان با اون مردم ایران چی کار کنن؟ بابا به خدا به ولای علی چجوری بهتون بگم، قلعه علموت رو خوندن، کتاب قلعه علموت رو خوندن، حسن سبا رو خوندن، به خدا صد مدار اونا بهتر از ما بودن. نمیدونم آخه چه بلایی سر ما آوردن، با چیز کسایی سر بریز کردن. آقای یوسفی ها، امتال آقای یوسفی، شما که اینطوری این حرف رو میزنید، آخه من تکی نیستم که میام بیان میکنم، خیلی از آدم ها هستن که میام بیان میکنم، مصاحبه میکنم. آخه من دروغ بگم؟ همه آدم ها که دروغ نمیگن که. شما ببین واقعا بعد یک ذره وجدان داشته باشید بیاید ببینید یک نمونه. آقا یوسفی شما پاشید بیاید آلبانی زندگی ما رو ببینید، ما کسی بودیم که 15 سال 30 سال 20 سال برای اینا بردگی کردیم. ببین شما تو ایران یک کارمند 15 سال کار کنه حقوق بازنشستگی میدن، یا تو هر کشوری. ببین اینجا به ما پول که نمیدن، یه چیز به ما تهمت هم میزنن. خب آقای ثانی ببخشید، آقای کرمی مینویسن که آقای یوسفی این را به صورت طنز نوشته است. اجازه بدین من به دوستان بگم و من هم گفتم متوجه نمیشم، چون با سابقه ای که از ایشون داشتم هرگز ندیده بودم که اینجوری بنویسن. ولی دوستان خب یه برنامه‌ای که میدونم گفتن طنز بعضی وقتا خستگی و به اصطلاح یک نواخت بودن برنامه رو از بین میبره، ولی بعضی وقتا این اشتباه رو به وجود میاره که ممکنه یه نفر باشه که هنوز فکر کنه که اگر ایران آزاد بشه خانم رجوی رئیس جمهور میشه. در هر صورت آقای رزاقی، این آقای رزاقی هرچی ما بهش میگیم بنویس محمد رزاقی سهند فریاد، حرف ما رو گوش نمیکنه. باید بگم این آلفا حسابش رو برسه. چند سال پیش ایشون نوشته، چند سال پیش حقا هم وعده داده بود برود تهران رژیم را سرنگون کنن. بعد پرسیدن آقا حقا چرا نرفتی تهران؟ گفت چون رژیم سرنگون نشده، مریم قجر هم نتوانست در این 22 بهمن برود ایران، علتش این بود که از آلبانی به ایران پرواز مستقیم نیست، نتوانستن به ایران برند. چون آقای حقا رو خیلی ها باور دارن که من آوردم به تلویزیون و حتی به شوخی به من میگن خدا لعنتت کنه. من درباره حخا و اون آقای فاضلی که فوت شد یه جوکی ساختم، گفتم بابا اینا گفتن ما 32 مهر میایم ایران، شما دقت نکردین، هنوز 32 مهر ما نداریم. برگردیم با آقای هادی ثانی که مهمان امروز برنامه هستن. میگن علی رغم اینکه شما مدتی جدا شده بودید از سازمان، مجاهدین به شما مارک مزدوری می زدن و این در حالی بود که شما هیچ فعالیتی نمی کردید. پس چی شد که تصمیم گرفتید اعلام جدایی خودتون را اعلام کنید و بخواهید دست به افشاگری درون مجاهدین بزنن؟ یعنی به یک صورت میشه گفت اینا حتی افرادی هم که مثل شما میان بیرون و میرن دنبال زندگی خودشون، با نادانی کاری میکنن که فرد بر میگرده و مثل شما میاد میشینه توضیح میده. دلیل شما چیه برای این کار که مدتی صحبت نمیکردید ولی امروز حاضر شدید جلو دوربین بشینید و از درون سازمان برای ما توضیح بدید؟ بفرمایید. بهت میگم ما الان اومدیم مصاحبه کنیم، نه از شما پول میگیریم، نه کسی پول میگیره، نه کسی به ما پول میده. خب تنها چیزی که باعث میشه که من و امثال من بیاییم برای مصاحبه به خدا فقط وجدان آدمه. ببینید ما چیزایی که دیدیم رو نمیتونیم ببین در خودمون نگه داریم، باید بیاییم بیان کنیم. وجدان آدم قبول نمی کنه. ببین من دیدم چه بلاهایی سر آدم آوردن، چه بلاهایی سر خودمون آوردن، من نمیتونم، وجدانم قبول نمی کنه که بیان اینا بیرون تبلیغ کنن
که به نفع خودشون باشه. آقا من میام اون چیزایی که دیدم و آقا به ملت میگم، میگم ملت این چیزایی که اینا میگن تظاهر همش، تنها چیزی که منو قانع کرد که بیام مصاحبه کنم، شما به ما پولی دارید برای مصاحبه؟ نه والا به خدا، والا من میخواستم الان به شوخی بگم اگه شما کسی رو پیدا کردی که پولی میده حتما بگیر، یه کامیشن هم به خودت میدیم. خدا جدی میگم ما واقعا خیلی مشکلات داریم و اینا، ولی واقعا کسی نیست که ما پولی بده. من این پولی که از کمیساریا ماهی 200 یورو، 220 یورو، 210 یورو تا دو سه ماه دیگه گفتن قطع میکنیم، ما داریم با اون زندگی میکنیم. بعد با آدم ها به همدیگه کمک میکنن، اینطوری بچه ها دارن گذران زندگی میکنن. خب ببینید وقتی تو این سختی قرار بگیری، خب مجبوری بیایید بابا مطابق کنید ببینید اینا چی هن، اینا کی هستن، بابا باید آگاه کنید. بابا جان من باید حقمو بگیرم، من 15-16 سال برای این سازمان جون کندم، باید حقمو بدن. چرا حقمو نمیدن؟ اگه من از طریق رسانه یا از طریق این مصاحبه ها نیام، از چه طریقی مردم رو آگاه کنم؟ آقا جان حق منو باید بدن. ببینید شما نگاه کنید، واقعا من برای خودم بریدم که این روزی میرسه که بعد در دادگاه های بین‌المللی از دادگاه لایحه گرفته بیان جوابگو باشن به تک تک افراد باید خسارت بدن. ببین تک تک افراد، ببین ما به عمرمون رو گذاشیم، چیزی بالاتر از عمر برای آدم نیست. خب این چیزاست که آدم رو مجبور میکنه بیاد مصاحبه کنه. آقا جنوب آدم یک وجدانی داره، آدم اون دیده ها و شنیده هایی که چیزه قبط به بیان کنه. بسیار ممنونم. آقای زمانیان از ایران نوشتن که هزار درود و احسن به این دلاور، ترسو، خود مسئولین و سردمداران مجاهدین هستن. آقای راستگو هم از اروپا برای شما نوشتن درود بر شهامت آقای ثانی. دوستان عزیز اگر در حین برنامه پرسشی دارید یا نظری دارید، از طریق کامنت فیسبوک هم در صفحه شخصی من هم در صفحه مردم تیوی میتونید به اصطلاح بنویسید. ضمناً من لینک اون دوتا مصاحبه ای رو که آقای وفا یغمایی انجام داده براتون در فیسبوک میذارم. به ایشون تبریک میگم که اینقدر با شهامت و شجاعت آمده، چون این آقای یغمایی میدونید که پدر ایشون کسیه که سالها توی اون شعرهایی که میگفت حقیقتا به صورت مداح رجوی و مریم در اومده بود، بعد که جدا شد یه دفعه تبدیل شد به مزدور و اینها، و هنوز که هنوزه مادر امیر در سازمان هست و از پدرش جدا شده. ضمناً آقای حجاری میگن که آقای سوربی، امیر وفا یغمایی وقتی برای دیدار مادرش به آلبانی آمد و فرقه رجوی او را دست به سر کرد، بعد از 15 سال سکوت را شکست و شروع به افشاگری کرد. باور کنید آقای حجاری، من وقتی ویدیوی ایشون رو میدیدم، همینجا تنها بودم داشتم یه کار ویدیویی انجام میدادم، اشکم در اومده بود که چجوری یه بچه‌ای میاد بره مادرش رو ببینه و اونها چقدر بی وجدانن، بی احساسن که این رو دست میندازن، بازیش میدن، برو فردا بیا، برو یه ساعت دیگه بیا، بعد میگن اصلا مادرت اینجا نیست و این نمیتونه ببینه. ولی یه بار گویا قبلا تونسته بوده مادرش رو ببینه، خیلی قشنگ توضیح میده و این جوون با این همه ضربه که بهش خورده چقدر مقاوم و در این حال چقدر عادلانه به مادرش، به پدرش میگه. خب من گاهی وقتا میگم اینها مسئول بودن منو بردن تو سازمان، ولی اونها هم گناهی ندارن، یعنی اونها رو میبخشه. صحبت میکنه از این که یک بار اسلحه رو گذاشته زیر گلوی خودش و چون این مثل که رسم تو سازمان چندین نفر خودشون رو کشتن. بله. آقای شکری میگه آقای سوربی، مادرش جدا نشد، مریم قجر و مسعود جداش کردن. خیلی ممنون از توضیحتون، دقیقا همینه، اینها این کار رو برای همه انجام دادن. ضمناً آقای کرمی از پاریس برای ما نوشتن که آقای سوربی، فرقه رجوی روز جمعه تظاهرات برگزار کردن، از آلبانی و لهستان همه جا بسیج شدن، 200 نفر بیشتر نشدن. وقتی خبر را میگویند عملاً به وی مریم رجوی اطلاع دادند که کاش اصلاً تظاهرات نمیکردید. میگویند مهدی ابریشمچی هم مثل دیوانه ها در حیات را میرفت و زیر لب هی میگفت خدایا مرگم بده،
خدایا مرگم بده. ما هم امیدوار باشیم که دعای آقای ابوشمچی برقرار چیز بشه و خدا به ایشون مرگ بده. واقعا قیافه کریهی داره. من قیافاشو نگاه قیافاشو دیدم، خیلی همین تو عکساش خیلی کریهه. خب اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه سوالاتی که اینجا هست مطرح کنم آقای سانی. نه من فقط همین که آقای یغمایی گفتید، ببین من خودم خانواده خودم زیر 3 بار اومده بودن عراق برای دیدن من اینجا فهمیدم، اونجا به من نگفتن، اینجا فهمیدم که خانواده‌ام 3 بار اومدن ولی متاسفانه اصلا نذاشتن من با خانواده‌ام دیدار کنم، حتی اونجا به من نگفتن که خانواده‌ت اومده. ببینید اینا دشمن اصلی خودشون و خانواده آدم ها میدونن، در صورتی که بابا جان من یک مادری دارم پدر پیری دارم، خب برای دیدن من اومدن چه ایرادی داره؟ ولی متاسفانه همینی هم که میگم آقای یغمایی باز دیدار کردن، ولی مالما که 3 دفعه اومدن تو عراق از ایران پاشده بودن اومده بودن عراق برای دیدن من، حتی به من نگفتن. بعد از که من جدا شدم مادرم به من گفتش اینا. بله اصلا شعارهایی هم درست کرده بودن برای خانواده و خانواده بله. بله بله الان آقای پرویز حنا نوشتن که مجاهدین نسبت به خانواده دشمنی هیستوریک دارن و اصلی ترین دشمنشون خانواده است نه رژیم. آقای زمانیان میگه آقای سوربی 40 سال عکس کشیدم چشمم به زشتی چشم ابریشمچی، چشمی به زشتی چشم ابریشمچی تا به حال ندیدم. ایشون هنرمندن، نقاشن، خطاطن. میگه 40 سال من با صورت و عکس و اینها کار داشتم و چشمی به زشتی چشم ابریشمچی تا به حال ندیدم. پس دعا کنیم، امیدوار باشیم هیچ کس چشمش به زشتی چشم مهدی ابریشمچی نباشه. و اما سوالی که از شما هست، میگن مجاهدین از چه چیزی ترس دارن؟ مگر کار خلافی یا موضوعی هست درون تشکیلات که اینها تا نفر فرار میکنه یا افشاگری میکنه شروع میکنن به تهمت زدن و تهدید کردن؟ شما به اصطلاح تجربتون چیه؟ فکر میکنید به چه دلیل اینها تهمت میزنن، تهدید میکنن؟ حتی گفته شده که جاهایی گفتن که اینهایی که جدا شدن بزنین اینها رو بکشین و برید زندانهای اروپا، زندانهای اروپا مثل قصر میمونه. بفرمایید. ببین من یه چیزی بهتون میگم، مثلا شما پکاکا رو حساب کنید، سازمانهای کردی دیگر رو حساب کنید، نفر ازش جدا میشه زیاد براشون مهم نیست. چرا سازمان مجاهدین انقدر میترسه؟ خب هر نفری که میاد بیرون از سازمان مجاهدین یعنی کلن اطلاعات، کتابچه اطلاعات، خب شما حساب کنید طرف به اندازه همون سوابقی که داره، یکی اصلا 15 ساله، یکی 20 ساله، یکی 30 سالش، اون چیزایی که دیده تو سازمان مجاهدین، خب ببین بیاد بیرون بیان کنه از لحاظ سیاسی برای سازمان مجاهدین خیلی بد تمام میشه. خب آقای بولتون یا هر کی بیاد پشت سازمان مجاهدین، ولی تو نمیتونی افکار عمومی یا چیز کنی که سازمان مجاهدین هم الان هر کی تلاش میکنه که بتونه مثلا افکار عمومی رو سمت خودش جذب کنه، همین جدا شده ها، همین کسایی که میترسن ازشون، همینا افکار عمومی آگاه میکنن. این باعث میشه که اینا از مجاهدین فاصله بگیرن. ببینید یک زمانی میگفتن، من از بچه ها شنیدم تو سوئد یکی تعریف میکنه، میگه واقعا یک زمانی بود که اینا تظاهرات میکردن واقعا جمعیت زیاد میومد، ولی از زمانی که تو این 10-12 سال جدا شده ها زیاد شدن و اومدن افکار عمومی با مردم صحبت کردن که اینا باشون چی کار کردن، گفت تمام هوادارشون ریزش کردن، گفت الان اصلا میخوان چیز کنن فقط باید با پول، یعنی میرن دنبال آدم های لهستانی، آدم های کشور شرق اروپا و اینا که بتونن جمعیتی بر خودشون دست و پا کنن، ولی در مجموع هر نفری که میاد بیرون کتابچه اطلاعاته. خب بخاطر همین میترسن. شما نمونهش حساب کنید، من با 15 سال سابقه میام براتون این چیزا رو بیان میکنم، ولی کسی که 30 سال اونجا بوده، 32 سال اونجا بوده، شاهد از بین رفتن آدم ها بوده، شاهد ناپدید شدن آدم ها بوده، این برای سازمان خیلی بد تمام میشه. ببینید من یک هزارم اطلاعات سازمان نمیدونم. ببین بلاهایی سر آدم ها آوردن یا کارهایی کردن که ما فقط همین در حد همین میتونیم بیان کنیم، چون خیلی چیزا رو بیان کنیم کسی اصلا باور نمیکنه.
بسیار ممنونم. و آقای سهراب نوشته که فرقه از خانواده استفاده ابزاری می کند، هر جا به نفع خودشان هست استفاده می کنند، وگرنه میگن خانواده سمه. و خیلی جالبه شما گفتید که حتی با مادر شما تماس گرفتن، گفتن عکس مریم رو میفرستیم، برو یه کوچه یه جایی به اصطلاح نصبش کنه، برای ما ویدیو یا عکسی بفرست. و آقای فرمام ایرانی نوشتن که آقای سوربی، تنها چیزی که رجوی را میلرزاند افشاگری از داخل فرقه، آن هم توسط افرادی که خودشان در بطن آن بودند. حالا این افشاگری ها رسانه ای شود، جیغ بنفش رجوی را در می آورد. برای همین هر کس که با تلویزیون شما مصاحبه می کند می گویند مزدور است. شما در این باره صحبتی دارید یا سوال بعدی؟ من این مثالی براتون بزنم. نگاه کنید، شما چند وقت پیش یک نفری تو سازمان مجاهدین به نام مالک شرعی ایاتون باشه غرق شد. بله بله. خب ببینید، شما حساب کنید، این اومد آلبانی، بچه ها تعریف میکردن، چون رفت دوست صمیمی خودم منم بود، این اومد آلبانی جب اصلا دیگه بری در سازمان، این میخواست بیاد بیرون، این به سازمانم گفت و اینا، ولی چون این جزء اون 100 نفر آدمی بود که تو اشرف بودن، اطلاعات داشتن که چه اتفاقاتی افتاده تو اون اشرف، خب که خودش هم بعضی ما به ما بیان میکرد که یک اتفاقاتی افتاده که ما نمیتونیم بیان کنیم، جرأت بیانش رو نداریم. به خاطر همین نگاه کنید، مالک شرعی رو چجوری سرنویس کردن، و آدم چون اطلاعات کافی داشت، از اون 100 نفر اطلاعات کافی داشت، کسی بود که مثلا یه آدم ورزشکار، برام خیلی جالب، یک بدن ورزیده داشته، بعد این چجوری رودخونه رفت شده، بعد تو نشستش هم من شنیدم که اون نفری که نجات پیدا کرده اومده تو نشست گفته که آقا این من داشتم غرق می‌شدم، این اومد منو دید و اینا، منو گرفت و منو آورد کنار ساحل، بعد ناپدید شد. جالبه، کنار ساحل آورد ناپدید شد. کسی که کنار ساحل جا آورده باشه، خب دیگه خودش هم غرق نمیشه دیگه، خودش هم کنار ساحل دیگه، خب آدم چیز میکنه. شما نگاه کنید دقیقا همینه. ببین، مالک شرعی رو از بین بردن، و مالک هایی هم هستن که دوست دارن بیان بیرون، ولی ترس دارن و میدونن که بیان بیرون سازمان با اونا چه کار خواهد کرد. ممنونم از شما. میگن الان توی ماه بهمن هستیم و مجاهدین تعهد سرنگونی تا 22 بهمن ماه امسال را از اعضا گرفته بودن. با توجه به اینکه شما در آلبانی هستید و بودید، الان درون تشکیلات چه خبر است و چه میگذرد، به خصوص با تعهدهایی که گرفته شده؟ راجع به این تعهد نیز برای بینندگان ما صحبت کنید. این ماجرا خیلی خنده داره که به جای اینکه سازمان به اعضا به اصطلاح تعهد بده و گارانتی بده، اعضا باید به سازمان گارانتی بدن و اعلام برنامه، و اینا هر سال میگن امسال سال سرنگونی است. شما چی فکر میکنید این ماجرای 22 بهمن؟ حتی جولیانی و بولتون هم گفتن که امسال 40مین سال و ملاها نمیتونن جشن بگیرن و ما جشن گرد همایی سازمان مجاهدین رو به جای ویلپن و اینها در ایران و در تهران انجام میدیم. در این مورد شما نظرتون چیه؟ شما نگاه کنید، این تعهدی که گفته بودن که 22 بهمن دولت ایران سرنگون میشه، این تقریبا بکنم نزدیک به یک سال پیش بود که رهبریشون عقب در اومد و این ماجرا رو گفت. آقا علت اون موقع چی بود؟ ریزش خیلی زیاد شده بود، اون موقع آدم ها خیلی زیاد میومدن بیرون، یعنی روزانه شده بود، بخاطر همین مجبور شد که بیاد این حرف بزنه که آقا تا 22 بهمن چیکار میکنیم، ما دولت ایران سرنگون میشه. میخواست این جلوی این ریزش ها رو بگیره. خب آقای جان بولتون و رودی جولیانی هم که آدم های پول بگیر و مفخوری هستن که کاری نداره که بهشون پول بدیم، یاد دارت حرف میزنه. خب دقیقا ببینید، این به خاطر ریزش نیرو بود که این تعهد، چون هر سال این که تعهد میگرفت، یعنی ما که بودیم، من که 15 سال اونجا بودم، 30 بار 40 باری هر 6 ماهی میگفت دولت ایران 3 ماه دیگه سرنگونه، روز شماری میکنیم، 2 ماه دیگه سرنگونه، 2 سال دیگه سرنگونه، یعنی یک جوکی شده بود برای بچه دیگه، بچه دیگه خسته شده بودن از مسخره بازی که این رهبری در میورد اینا.
ولی الان داخل تشکیلاتشون خیلی اوضاع خرابه. میتونم براتون مثال بزنم اگه تو سوالاتتون بود که مثال میزنم، واقعا الان داخل تشکیلات آدم خیلی زیر فشار هستن، اگه خواستید براتون توضیح میدم. نه در این رابطه آقای کرمی هم با شما اتفاق عقیده دارن و میگن که آقای ثانی دقیقا درست میگوین، خیلی اتفاق افتاده در همین پاریس توی محافل سیاسی، جریانات سیاسی دیگر، اتفاقاتی که در توی فرقه رجوی افتاده بود میگفتیم باورشان نمیشد و میگفتن مگر همچین چیزی امکان دارد. آقای غلامرضا شکری نوشتن که آقای سوری با هر تلویزیونی مصاحبه بکنی میگن مزدور شده، چون نباید سر سازمان چیزی بگی. ولی این را شما عکس کن چی میشه، به به چه چه، بعد هم سریع توی سایت خودشون میزنن. این وضعیت رجوی کاملا متزلزله، یعنی ایشون هم باور داره که وضعیت رجوی متزلزل، وضعیت سازمان نامعلوم و باید صبر کرد ببینیم چی میشه. آخرین سال اینه، با توجه به اینکه تعهدی که نفرات داده بودن الان تمام شده، شما چه پیامی برای دوستانتون که درون تشکیلات هستند دارید و اگر در پایان نکته یا حرفی هم دارید میتونید اون را هم بگید، چون شنیدیم که بعضی از این دوستان تونستن بدون اجازه سازمان دسترسی پیدا کنن به تلفن و اینترنت و اینها و میتونن برنامه ها رو ببینن. بفرمایید. شده برنامه ما رو ببینم. من اگه اجازه بدید 10 دقیقه به من و زمان بدید من یک موضوعی رو مطرح کنم. ببینید الان بعد از این موضوع که 22 بهمن بیسن این موضوع سرنگونی، یعنی یه تبدیل به یه جوکی شد و دولت ایران سرنگونه شد. ببین الان توی این یک ماه دو ماه اخیر من شنیدم که داخل خودشون به قدری دعوا و چیز شده که حتی نشستشون دست و پا شکسته. بابا تو سازمان مجاهدین اگه دعوا میکردی اخراج بود، ولی الان ببین به چه رذالتی که رسیدن که دعوا میکنن، دندون میشکنه، پا میشکنه، ولی چی آدم ها رو جدا چیز نمی کنن، آدم ها رو اخراج نمی کنن. الان ببینید شما میتونید باز یک تعهد دیگه بدید، چون آخرین خبری هم که من شنیدم اینه که باز رهبری برگشته گفته تا 2 سال دیگه، یعنی تا 2 سال دیگه هم تحمل کنید دیگه، 2 سال دیگه چیزه. خب بابا شما اللحاظ روحی آدم ها داغو میشن، خب آدم ها نمیتونن تحملشون تا چقدره، خب 1 ماه 2 ماه. بعد اینا کجا میزنه بیرون؟ تو همین نشست ها یه دفعه ای دعوایی میشه. بابا اصلا تو سابقه نداشت تو سازمان مجاهدین. ببین میگفتن محفل، یعنی صحبت کردن با یه نفر شعبه سپاه پاسدارانه. الان قشنگ تو نشستاشون همونا رو بیان میکنن آدم ها، همونا رو سوال میکنن. یعنی انقدر وضعیت وقتی میشده، انقدر آدم ها دیگه با قولی ترسشون کنار رفته، قشنگ میان چیز میکنن. یه چیز دیگه هم داشتم که میخواستم اینو بگم. ببینید الان سازمان مجاهدین چیکار داره میکنه در آلبانی؟ این الان میتینگای میذاره یا مهمونیای میذاره، نوجوانان از جوانان آلبانی رو دعوت میکنه. ببین اینا رو دعوت میکنه به خاطر چی؟ به خاطر خشونت فرقه‌گرایی. ببینید از بین این افراد ببینید نفرات مساعد انتخاب میکنه. ببینید الان فرق تو کشور آلبانی خیلی زیاده، جوانان نوجوانان بیکار هستن. این سازمان هم از این موضوع استفاده میکنه و داره این کار رو میکنه. یک مثالی هم بزنم، ببینید نگاه کنید الان جنگی که تو عراق شد بعد از اون موضوع داعش و اینا، اصلا من به من بگم میگم اصلا موضوع خود سازمان مجاهدین بود، تفرقه رو این انداخت. ببینید تمام جنگ بین سنی و شیعه بودی اونجا. ببینید تمام سنیایی که میومدن تو سازمان، رهبرانشون میومدن سازمان بهشون برنامه میده چیکار کنه. اون تحصنا شد و بعد تحصنا شد و بعدش هم یه قیامی شد و بعد منجر شد که یک داعشی بزنه بیرون. تمام نفراتی که می اومدن تو سازمان مجاهدین به قولی با ما بودن، ما هم یه مدت کار اجتماعی بودیم با این افراد بودیم، همه جذب داعش شدن. خب الان هم داره چیکار میکنه سازمان مجاهدین؟ الان هم داره با جوانان مستعد، یعنی از بین این نفراتی انتخاب میکنه که بتونه خشونت فرقه گرایی و همینجا هم رواج بده. واقعا من اگه واقعا با یک دولت مرد آلبانی صحبت میکردم قشنگ اینو میگفتم که ببینید چند سال دیگه، 2 سال دیگه 3 سال دیگه ببینید وضعیت کشور آلبانی چطور خواهد شد با بودن فرقه. من تنها چیزی که داشتم این بودش، ولی آخرین کلامم که بقولی برای بچهای داخل داشتم اینه که واقعا
میخوام خیلی روک و سریع باشون من صحبت کنم. یه بذارید کنار، یعنی نگاه کنید شما اگه برنامه ما رو میبینید یا اصلا نگاه میکنید اصلا دنیا ارتباطاته، یعنی شما رو به بردگی گرفتن. شما بیایید بیرون تازه میفهمید این سازمان چه سازمانیه. بابا تو بین شما بینشون هستید و اینا، خب ظاهرشون خوبه ولی بیاید بیرون تازه میفهمید این سازمان چیه. ببین پدران و مادرانی که از دیدن از ندیدن بچه هاشون مردن، پدران و مادرانی که الان تو تخت بیمارستان هستن برای دیدن یا شنیدن، من باشون با خیلیشون در ارتباطم، برای شنیدن صدای فقط بچهشون الان سالها دارن چیز میکنن. یک مثالی هم بزنم، ببینید یک دختر 32 ساله که یک بچه 4 ساله داره، شوهرش هم طلاق گرفته، دو تا برادرش تو سازمان بود که یکی شهید شد یکی شهر تو سازمانه، این دو بار سکته کرده، بعد دکترها گفتن یک بار دیگه سکته کنی میمیری، یعنی به خاطر شرایط داداش برادراش زیر فشار قرار گرفتن، این موضوع این اتفاق براش افتاده. اینا حتی مادرش هم به خاطر مریضی دیابتی که داره گفتن تا 6 ماه نمیدونم خبر ندارم آخرین خبر یا مادرش مرده یا نمرده. اینا در مجموع خواستم بگم ببین خانواده ها رو از هم میپاشونید، واقعا شما نمیاد، شما بیاید بیرون ببینید چه زجری دارن خانواده ها میکشن. یک ذره به خودتون بیاید، یعنی یه ذره از شما رو واقعا به بردگی گرفتن. آخرین حرف هم اینه، یه ذره به خودتون بیاید، بیاید بیرون، به خدا پشیمون نمیشید. هر کی که اومده بیرون فقط تنها پشیمونش اینه که ای کاش که زودتر میومدی، ای کاش که 10 سال پیش میومدی، ای کاش 5 سال پیش میومدی. چیزی که داشتم برای آدمایی که تو ایشالا که نگاه کنم برنامه ما رو، خب هستن آدمایی هستن که اونجا با اینترنت هم در ارتباطن، ایشالا که حرفای ما رو گوش بدن و واقعا از این فرقه جدا بشن، هنوزم دیر نشده و میتونن بیان دوباره به زندگی عادیشون برگردن و ببینن خانواده‌هاشون چقدر زیر فشار هستن. خیلی ممنون. من عکسایی رو از شما نشون دادم و اون افرادی که توی تیم فوتبال بودن، حتی کارتای شناسایی شما و اینها. من یه سوالی دارم، توی سازمان شما میتونستید به اصطلاح فوتبال بازی کنید یا امکاناتی بود که به دیگران مثلا آموزش بدید به عنوان مربی فوتبال و اینها؟ من متاسفانه فوتبال که میتونستی بازی کنی، یعنی ورزش فوتبال میتونستی بازی کنی، ولی در اون حدی نبود که بخواد این کارو کنن. حالا بعضی موقع یک سوالاتی میومدن تخصصی میپرسیدن، ولی اینی که به عنوان چیز باشه نه، اصلا زیاد به این موضوع اهمیت نمیدادن. اون اصلا دنبال این موضوع نبودن که تو بخوای تخصصی بیه به کسی آموزش بدی. اون آدمی میخواست که روشن فکر نباشه یا با قول یه قشر بدبخت باشه که بتونه ازش سوء استفاده کنه. نه، این موضوعی که میگید اصلا چیز نبود و فوتبال میتونستیم بازی کنیم، ولی نه بخوان از لحاظ تخصصی از من استفاده کنن، نه همچین موضوعاتی نبودش. خیلی ممنون. آخرین پرسش این هست که آیا شما خبر دارید در سازمان در آلبانی چند نفر هستن؟ این آقای خورسندی از کانادا میپرسه از شما. بالا من تا اونجایی که خودم خبر دارم، خودشون که اعلام میکنن 3000 نفر، ولی من تا اونجایی که خودم خبر دارم اینا الان زیر 2000 نفرن، یعنی شاید بگم در حد بین 1700 تا 2000 نفر. نه همچین خبری نیست. ببینید تو این 10 ساله اینا کلا 3000 نفر بودن، تو این 10 سال 11 سال اخیر 1000 گلدی ازشون جدا شدن. الان سازمان مجاهدین سرجم کنی نزدیک به 2000 نفرن که باور کنید 1400-500 تاشون هم بالای 50 سال 55 سال سن دارن. یعنی سازمان مجاهدین الان سازمانی بود جنبه بقول این معراش شده خانه سالمندان، نزدیک 100 تا 200 جوان داره، اونم جوان اونم به نظرم تا چند وقت دیگه اونم جدا بشن چون اونم نمیتونم تحمل کنم. بسیار ممنونم از شما یک بار دیگه، این زندگی جدید و آزاد شما رو بهتون تبریک میگم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم در برنامه های آینده دوستان جدیدی رو هم شما بتونید به ما معرفی کنید و خبرهای بهتری از زندگی خودتون داشته باشید. دیدم امروز یکی از دوستان نوشته بود آقای سوربی دفعه آینده با این آیدی با من تماس بگیر، احتمالاً منزلی گرفتن، اتاقی اجاره کردن، اینترنت خودشون رو دارن و به یکایک شما من تبریک میگم که با شهامت و شجاعت خودتون
حتی حاضرید خاطرات بد رو که وقتی آدم درباره صحبت میکنه، چون داریم وصف العیش نصف العیش، احیانا وقتی آدم صحبت میکنه از خاطرات بد، نصفی از اون دردسرا رو حتما باز تحمل میکنه. در صورت من به نوبه خودم ممنونم از شما که آمدید و توضیح دادید و ما رو آشنا کردید که در درون سازمان چی میگذره. امیدوارم روزهای بهتری در انتظار شما باشه. منم آقای سوری از شما تشکر میکنم از بابت برنامه و کارهایی که شما میکنید. با من شما نمیخوام به خودی ما به قول خودمون میگیم هندونه زیر بغل گذاشتم، ولی واقعا شما آدمی هستید که واقعا زندگیتون رو وقف به این کار کردید. واقعا دست شما درد نکنه، شما آگاهی دهنده این موضوعات هستید. همین که من تشکر میکنم، منو اجازه دارید بیام مصاحبه کنم و ایشالله بتونم در برنامه های آتی بیشتر افکار عمومی رو آگاه کنم، چون واقعا ما کتابچه ای از خاطرات و اطلاعات هستیم که به مرور ما همه اینا رو میایم چیز میکنیم. ایشالله که نفرات جدیدتری بیان، که هر هفته یه نفر جدیدتری بیاد مصاحبه کنه، که خب هر کسی اطلاعات خاصی داره، خاطراتی داره که شنیدنیه. منم از شما تشکر میکنم از وقتی که برای من گذاشتید، خیلی سپاسگزارم. و همینطور از بینندگانتون که واقعا محبت کردم، از سوالاتی از ما میکردن و جایی هم از ما تعریف کردن که ما خجالت زدهشون و شرمندهشون هستیم، و تشکر میکنم. من ممنونم از شما، به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای هادی ثانیخانی بودیم از آلبانی. ممنونم از دوستانی که به اصطلاح این ارتباط رو فراهم کردن، مخصوصا آقای عبدی که میشه گفت ایشون شعبه تلویزیون مردم در کشور آلبانی است. مرسی. خب برنامه ها رو پی میگیریم. اجازه بدیم من اون دوتا فیلمی رو که بهتون گفتم، دوتا گفتگوی رو که بهتون گفتم، آقای امیر وفا یغمایی، اگر دوستان آقای کرمی، آقای رزاقی اینا لینک رو دارن بذارن، اگه نه من خودم اینجا پیداش میکنم براتون میذارم و ببینید که اینها چه کردن. اشرف، از اشرف تا پایگاه تیف، بله این یکیش هست. امیر وفا یغمایی از سرگذشت تلخ خودش و هزاران نوجوان وابسته به مجاهدین از اشرف تا پایگاه تیف برای شما میگه. یکی دیگرش هم اینه که امیر وفا یغمایی، بله هر دوش خاطرات این آقا هست. به نظر من خیلی جوون برازنده، خیلی شجاع که حاضر شده بیاد بگه، و اون هم همین رو میگفت که من کاری با اینها نداشتم، من فقط میخواستم زندگی خودم رو ببینم، من کی هستم، کی بودم، پدر مادرم کجا هستن، چرا امروز زندگی من اینجوریه. ولی بهشون تبریک میگم چون موفق شدن، و البته ایشون شانس آورده چون در فرانسه دنیا آمده بوده و بعد در سوئد بوده و اینها، بعدم زبان انگلیسی میدونسته، در اون کمپ با آمریکایی‌ها کار میکرده، وسایل و امکاناتی در دسترسش بوده که تونسته تماس بگیره و سفارت آمریکا که نمایندگیشون سوئیس بوده در اردن باهاش تماس گرفتن. برنامه جالبیه، دو تا لینکش رو گذاشتم اینجا، چند ثانیه به من وقت بدید تا یکی از ویدیوهاش رو هم این هفته نشون بدیم، چون هفته قبلم ویدیوی اول ایشون رو نشون دادیم. از یکایی که شما ممنونم که با ما بودید و هستید. خواهش میکنم این دوستان رو حمایت کنید، خواهش میکنم تلویزیون مردم رو حمایت کنید. اگر افرادی رو میشناسید که آمدن بیرون و رفتن به کار خودشون یا هنوز میترسن و شهامت و شجاعت روبرو شدن با دیگران و گفتن، میدونی شما یک افرادی هستن که از هواپیما سوار شدن میترسن، از این پله‌های برقی بالا رفتن میترسن، و بهترین روش درمان میگن اینه که باید ببریش سوار هواپیما بشه، باید ببریش از این پله ها بره بالا. بله روز اول دستش رو بگی، برایش صحبت کن، مشغولش کن، ولی باید با این مشکلات روبرو بشید تا ترستون از این مشکلات ریخته بشه و قول مهیبی و بوتی رو که خودتون ساختین، خودتون با تیشه شهامت و شجاعت فرو بریزید. بسیار ممنونم. برنامه رو پی میگیریم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. جالب اینه که روز جمعه یه نفر با من تماس گرفت
و گفت که ما میخوایم در تلویزیون مردم برنامه داشته باشیم. براش اون لیست رو که از سال 2006 تا حالا، یعنی الان 13 سال ما این نرخ کم رو داریم، اینم برای اینی که فقط به اصطلاح هزینه مخارج اینترنت و برق و آب و گاز و کامپیوتر و اینها به اصطلاح فراهم بشه که هیچ وقت هم نشده و از جیبمون میدیم. وقتی اینو فرستادم اون شخص تلفنی تماس گرفت و گفت که ما حاضریم چند برابر اینو بدیم به شرطی که شما برنامه های کانون آوا رو قطع کنید. گفتم ببین، من نه شما، حتی دوستان طرفدار پادشاهی، همونایی که میگن ما انجمن پادشاهی هستیم، بین خودشون اختلافه. و سالها پیش یکیش به من گفت اینقدر بهت میدم که برنامه اونو قطع کنید. گفتم نه، شما میتونی با همین مبلغ کم بیای ساعات زیادتری بگیری، برنامه بذاری، حرف بزنی، ولی من نمیشم ابزار دست شما، من نمیشم چماق دست شما، من نمیشم شمشیر دست شما که با اون سر دیگران، سر آزادی رو ببری. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، ولی شما نمیتونید بیاین اینجا و بگید فلانی اینجا برنامه نداشته باشه. روز و روزگار بر شما خوش و خوب. یک لحظه اجازه بدید تا توی مردم تیوی دات کام هم اون فیلم رو براتون بذارم. مرسی.